حمله بر آموزشگاه کوثر دانش در غرب پایتخت انتقادهای سخت باشندگان این بخش را در پی داشت است. سطح رهبری امنیت مملو از فساد است. اشخاص کارا و اشخاصی که دارای مسلک عالی هستند اینا گمرسته نمیشن. متاسفانه که دولت امنیت خود تامین نمیتونه، چه خاصه کنه امنیت مردم تامین کنه. نفرای دولت وقتی که انتحاری میشه هیچ خبر نداره، بعد از انتحاری اونها خبر میشه. باشندگان این بخش پایتخت میگویند که گروه های هراس افغان با حمله هایشان بر مراکز آموزشی نمیتوانند مانع تحصیل جوانان شوند. به خاطر پیشرفت همزیستی بهتر و خوب در دنیا است. ای که داعش یا طالب میخواهد که هدف اصلی فرزندان ما را قرار بدن در غرب کابل که ما را از پیشرفت بازدارن، ای را کور خواندن. در حالی که حکومت برای تامین امنیت مسجدها و تکیه خانه ها پیش از این برای 100 مسجد بیش از 500 میل سلاح توزیع کرده است، اکنون باشندگان این منطقه میگویند که حکومت باید در هماهنگی با مردم در تامین امنیت مرکزهای آموزشی نیز برنامه هایی را روی دست گیرد. خیلی بچه جوان ها از مسجد هاست اینا را مشترک کنند، قطعه میخواهند درست کنند، زمین ها کار بگیرند، دیگه از وظایف کار بگیرند، در هر حالت. این سومین حمله بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل است. پیش از این حمله های انتحاری بر آموزشگاه های موعود و مرکز فرهنگی تبیان در همین بخش پایتخت در کم از کم 3 سال گذشته جان ده ها تن را گرفته است.